فرمول قهرمانی در لیگ برتر، گل زدن یا گل نخوردن؟ بچه ها قبل از اینکه برم ادامه ویدیو، لطفا همین الان دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید. من دیشب یه جمله واره‌ای گفتم و خیلی مثل اینکه تأثیر گذاشت و شما هم سابسکرایب کردین، هم لایک کردید، هم تقدیر کردید. من وظیفه‌مو انجام میدم، فقط ازتون میخوام که دکمه سابسکرایب رو بزنید. بریم ادامه ویدیو. در 11 تا از 15 فصل اخیر تیمی قهرمان لیگ شد که بهترین خط دفاع رو داشت. 6 مرتبه تیمی قهرمان شد که بهترین خط حمله رو داشت، که در 3 تا از این فصل‌ها تیم قهرمان بهترین خط دفاع رو هم مشترک با بهترین خط حمله دارا بود. در واقع 3 مرتبه تیمی قهرمان شد که بهترین خط حمله رو داشت. 9 مرتبه تیمی که فقط بهترین خط دفاع رو داشت و 3 قهرمان هم این دو عنوان رو همزمان با هم داشتن. استقلال فقط در فصلهای قهرمان شده که بهترین خط دفاع لیگ رو داشته. لیگ پنجم اولین فصلی بود که استقلال بهترین خط دفاع لیگ رو داشت. استقلال 12 گل کمتر از تیم دوم لیگ دریافت کرد و این عمل کرد قهرمانی رو برای استقلال به همراه داشت. استقلال در اون فصل 10 گل کمتر از پاس زده بود. استقلال در لیگ هشتم عنوان بهترین خط حمله لیگ رو به دست آورد، ولی همزمان بهترین خط دفاع لیگ هم بود. امیر قلعه نوعی رفت و برگشت به سپاهان داشت و در بازگشت به استقلال دوباره با همون فرمول قهرمانی رو به دست آورد. استقلال لیگ دوازدهم 18 گل کمتر از سپاهان و 13 گل کمتر از تراکتور زده بود، اما با دریافت فقط 18 گل بهترین خط دفاع لیگ شد و بازم جام رو بالای سر برد. استقلال فرهادم زیاد گل نزد، ولی فقط 10 گل خورد تا با کسب عنوان بهترین خط دفاع تاریخ لیگ به هیچ تیمی نبازه و قهرمان بشه. هم بهترین خط دفاع، هم بهترین خط حمله. استقلال لیگ هشتم اولین تیمی بود که عنوان بهترین خط دفاع و خط حمله لیگ رو با هم به دست آورد. در اون فصل هیچ تیمی کمتر از استقلال گل نخورد و بیشتر از استقلال گل نزد تا با تفاضل گل بهتر نسبت به ذوب‌آهن قهرمان فصل بشن. دومین و سومین فصل حضور برانکو از ابتدای لیگ روی نیمکت پرسپولیس هم با کسب عنوان بهترین خط دفاع و بهترین خط حمله همراه شد تا جام قهرمانی به این تیم برسه. قهرمانی با بهترین خط حمله. سپاهان در لیگ دوم در حالی قهرمان شد که جزو 5 تا تیم برتر دفاعی نبود، اما حداقل 10 گل بیشتر از بقیه تیم‌های لیگ زده بود. فرمولی که پاس با بهره گرفتن از اون دقیقاً فصل بعدش با خط دفاعی متوسط ولی بیشتر این گل زده جام رو به دست آورد. سمت دروازه و توی دروازه خداداد عزیزی در سپاهان در لیگ نهم با اتکا به خط حمله قدرتمندش جام قهرمانی رو بالای سر برد. سپاهان در اون فصل دومی خط دفاع برتر لیگ رو داشت و بیشتر از همه گل زده بود. دوبله سوبله سپاهان با بهترین خط دفاع فصل. سپاهان برای تکرار قهرمانی لیگ نهم خط دفاعی نفوذ ناپذیری رو ساخت. سپاهان در اون فصل بهترین خط حمله لیگ نبود و فولاد رد ششمی بیشتر از این تیم گل زده بود. سپاهان اما کمتر از همه گل خورد تا قهرمان بشه. سپاهان در فصل بعدم این روند رو ادامه داد. اونا در حالی که هم از تیم دوم و هم سوم لیگ کمتر گل زده بودند، به لطف تعداد گل‌های خورده کمشون قهرمان شدند. در لیگ 11ام سپاهان حداقل 5 گل کمتر از بقیه تیم‌ها خورده بود. مهمترین غافلگیری تاریخ. در اولین فصل حضور برانکو ایوانکوویچ روی نیمکت پرسپولیس، این تیم با 50 گل زده عملکرد هجومی به مراتب بهتری از همه تیم‌های لیگ داشت. در نهایت اما تیمی قهرمان شد که 17 گل کمتر از پرسپولیس زده بود. استقلال خوزستان در اون فصل فقط 14 گل خورد تا راه قهرمانی در لیگ رو به برانکو نشون بده. جادوی برانکو با بهترین خط دفاع. یه فصل حضور در لیگ فرصت مناسبی بود که برانکو راه قهرمانی رو یاد بگیره.
اون تو فصلی که بهترین خط حمله لیگ رو داشت با تقدیم جام به استقلال خوزستان به بدترین شکل ممکن تنبیه شد. اولین گام برانکو برای جبران این ناکامی تقویت خط دروازه و دفاع تیمش بود. پرسپولیس در دومی فصل حضور برانکو تعداد گل کمتری نسبت به فصل اولش زد. تغییر بزرگ اما کاهش 20 گل خورده نسبت به لیگ 15 بود. پرسپولیس برانکو با فقط 14 گل خورده عنوان بهترین خط دفاع، برترین خط حمله و قهرمان رو با هم به دست آورد. روندی که در فصل سوم حضور برانکو روی نیمکت پرسپولیس هم ادامه پیدا کرد. پرسپولیس با 48 گل زده و 15 گل خورده بازم تو هر دو فاکتور دفاعی و هجومی بهترین تیم فصل شد. در آخرین فصل حضور برانکو روی نیمکت پرسپولیس که این تیم کمی هم افت پیدا کرده بود، پرسپولیس 10 گل کمتر از تیم دوم جدول زده بود، اما فقط 1 گل بیشتر از بهترین خط دفاع لیگ دریافت کرد. تقلب یحیی و فرهاد از روی دست برانکو و امیر. زمانی که برانکو نیمکت پرسپولیس رو ترک کرد، یادگاری مهمش برای سرمربیای بعدی مسیر راهی بود که نشونشون داد. پرسپولیس تو اولین فصل جدایی برانکو بازم بهترین خط حمله لیگ رو نداشت، ولی با کمترین گل خورده جام قهرمانی رو دوباره بالای سر برد. یحیی و پرسپولیس همین روند رو در فصل بعدی هم تکرار کردند و جام قهرمانی لیگ 22 در حالی بالای سر بردن که 6 گل کمتر از سپاهان زدن، ولی با دریافت فقط 14 گل بهترین دفاع لیگ رو داشتن. فرهاد مجیدی هم برای کسب اولین افتخار دوران مربیگریش مطالعه درستی از پروسه لیگ داشت. اون وسوسه فوتبال تهاجمی رو در خودش کشت و به سراغ فوتبال منطقی رفت. استقلال فصل قبل کمتر از پرسپولیس و سپاهان و به اندازه مثل رفسنجان گل زد. قهرمانی اما با دریافت فقط 10 گل و شکست ناپذیری میسر شد. بازگشت یحیی به تنظیمات کارخونه. سومین قهرمانی یحیی با پرسپولیس در لیگ برترم با همون فرمول دو قهرمانی قبلی رقم خورد. پرسپولیس بیشتر از همه گل نزد، اما کمتر از همه گل خورد تا بالاتر از استقلال سپاهان قرار بگیره. بچه‌ها من گفتم دیگه نیاز دارم به لایک و سابسکرایب های شما. دیشب یه ویدیوی منتشر کردم نزدیک 4000 تا ویو خورد، نزدیک 90 نفر 100 نفرم سابسکرایب کردن. دمتون گرم، امیدوارم همین روند ادامه پیدا کنه چون من نیاز دارم به دکمه سابسکرایب و ما رو هم از دکمه سابسکرایب هاتون، از فشردن دکمه لایک بی‌نصیب نگذارید. فعلاً